بله آقا، اون دو تا شماره تلفنی هم که دادین اشتباه بود که این دختران نگه هم میداشتن، ولی اونجایی که من میخواستم خب آقا تو رو خدا یه بار دیگه بگردین، من میخوام دکتری که میگم یه کار واجب دارم. خب من به 118 زنگ زدم، گفتم اون کارت بهسیستی داره، اونم شماره شما رو بهم دادن. خیلی ممنون، گوشی دستمه. شدی؟ تلفن پیش توه؟ بله مامان، الان براتون میارمش. دیگه سفارش نمی کنم، آتنا رو به هر قیمتی شده بفرستش بالا پیش بچه ها. حواست به زهره خانومم باشه، هنوزی خورده از حرفم دلگیره. به لبافم بوی تلفن این ور اون ور بزنه، یه سینمایی چیزی برای این بچه ها جور کنی ببرینشون هواخوری. فقط خودت و خبازیانم همراهشون بریم، یه وقت اتفاقی براشون نیفته. خب باشه، من رسیدم مشهد بهتون تلفن میزنم، شماره هتل و اتاق رو بهتون میگم. خیلی خوب، پایان نامت هم به امام رضا میگم. کاری نداری؟ قربانت، خداحافظ. تو اونجا دنبال چی میگردی؟ دق دادن من؟ دوربین عکاسی تو چمدون منه. ما مثلا یه ساعت و نیمی دیگه پرواز داریم خانوم. تو رو خدا حولم نکن با این مسافرت زورکیت. چی میخواستم بردارم؟ آه. بله سلام، خوش تلفن زدی. ببین خبازیان، به مقدادی هم گفتم این مدت تا وقتی که من برمیگردم استثنان هر دوتون هر روز با هم دیگه برین سر کار، من یه خورده خیالم راحت تر باشه. خب آها باشه، تلفن میزنم. خبازیان تا ایدم نرفته بهت بگم حواست به این طیبه باشه، نیومده هوایی شده. کیس تو بود دیگه نه؟ خب شما بگو شاید گرفتم. آنها بعد سبزش سرخ من چند بار بهت گفتم تو حواست مثل که جای دیگه است. اول باید گوشتشو تو پیاز تفت بدی. الو؟ بله نگار چون برو اونو همش بزن تا نگیره. کجا؟ خانم پناهی؟ دیگه تو الان باید رفته باشن سفر. دختر جون کارت چیه؟ خواهش میکنم من حتما باید با ایشون صحبت کنم، آخه من کار خیلی واجب با ایشون دارم. من که سر در نمیارم چی میگی. پانتا کیه؟ آخه دختر جون من که نمیتونم همینطوری شمارش رو بدم. دیگه الان باید فرودگاه باشن. ستای پول هواپیما رو باید بدیم به این راننده دم درا. هننه اومدم بابا بریم. بریم دیگه. نه ایداخه سب کن من این پیغامگی رو روشن کنم. هواپیما رفت. خب بریم باید گاز. خب بریم دیگه. چقدر غور میزنی تو. سر منو داره برای امام رضا میبره، هی بهش میگم هولم نکن حالیش نمیشه. نمردیم و هرس خوردن شوهرمونم دیدیم. بله شما هنوز نرفتی؟ خیلی خوب بریم به سلامت. تلفن زدم مطمئن بشم که شمارتونو به مزاحم نداده باشم. خانم دکتر دختره بهتون تلفن کرد دیگه. کدوم دختر؟ وایسا ببینم چیو به پلیس نگه، اسمش چی بود؟ والا راستش انقدر از و التماس کرد که یادم رفت بپرسم، اما راجب کمک کردن به یه دختری میگفت اسمش پانتا. ز
زهرا خانم، این جلاد من الان دم در منتظر زودتر منو ببره. اگه دوباره زنگ زد. آره، ممنون. همه چی رو به راهه؟ باشه. خداحافظ. شما هر چقدر هم زنگ بزنید و بعد بیاین در ماشین رو به هم بکوبید به هواپیماتون نمیرسیم. بله شما ببخشید. برای خودتون میگم. میدونین میگن دوره آخر زمونه. تو دوره آخر زمون هم این زنان که سر مرداشون مسلطن. همش از بیغیرتی ما مرداست. بله راستش از صحب. حمید رضا یه دقیقه پیاده شو باید کار دارم. خانم فقط نیم ساعت مونده به پرواز. میدونم ولی تقریبا مطمئنم امام رضا ما رو نطلبیده. حالا ببریم تو صحبت میکنیم. آقا 1000 تومن میشه. وقتی خواستید پیاده شین در ماشین ما رو هم بپایید. منو مسخره کردی؟ نه ده مسخره کردی؟ ارنه بده تیشه بگیری گوشی واسه دم آخر که این راننده آژانس بره تو شهر پشت سر من صفه بذاره که دوره آخر زمونه و البته همش هم تقصیر این مرتیکه بی غیرته که بلد نیست تا بزنه پس گردن زنش. تو حالت خوبه؟ یه کلام بهش میگفتی دارم ملاحظهشو میکنم. حنانه راست راستی میزنه پس گردنه تا؟ قبول دارم باید همون دیشب اگه صحبتی بود میکردم. کار به این دم آخری نمیکشید. ولی من دیشب دیگه همه امیدمو برای نجات اون از دست داده بودم. اون؟ آها پس وقتی خانم تشفه بردن بالا نعوذ بالله بهشون وحی نازل شد که دختره فرشته است. به من هرچی هم نازل شده باشه یه چیزایی فقط به درد تو سینه آدمو میخوره. وقتی به زبون میاد هم از گوینده یه احمق میسازه هم از شنونده. در این که من یه احمق هستم هیچ شک نکن، ولی از این که این شوق داره تو رو دیوونه میکنه مطمئن باش. ما میریم فرودگاه، به هر قیمتی هم میخواد تموم بشه بشه. من کی گفتم تو احمقی؟ خودت بگو به کی کمک کردن هنره؟ به کی کمک کردن ثواب داره؟ به فرشته ها؟ اینقدر تو لیست انتظار میمونیم تا بهمون جا بدن. باشه من شرایط روحی بچه دار شدن ندارم. راضی شدی؟ فونداسیون عقلت تکون خورده؟ حالا که تو بچه خواست. خیلی خوب خودم میخوام. خودم از اینکه سنم داره میره بالا و نتونم بچه دار بشم تو برزخ یه آواره با آواره این دنیا اضافه کردم موندم. یونسی هم اگه گفت برم سفر فقط به خاطر این بود که با آینده بچه‌مون کنار بیام. حالا اگه نمیخوای یه طوله پاکوده دیوونه برات بیارم تو رو خدا دست از سرم بردار.
دکترت هم مثل خودت یه تختش کمه. شنافتی؟ آقا ببخشید، تو این ساختمون کسی کلاس پیانو داره؟ بله، تدریس خصوصی پیانو. اگه گوشت مزغونشه میشنفه ردشه بگی بهش میرسی. خیلی ممنون. میخواستم بدونم اون کسی که پیانو درس میده خانومه یا آقا؟ وقتی اومدی مطرب یاد بگیری چه فرقی میکنه خانم؟ بله. سلام، ببخشید که موقع تدریس خدمتتون رسیدم. من پناهی هستم از بهزیستی. مشکل چیه؟ آلودگی صوتی به وجود آوردم؟ نه خواهش میکنم، من درباره دختری خدمتتون رسیدم که نمیدونم از شاگرداتون بوده یا از اقوامتون. ما به دنبال بستگان این دختر هستیم که بیان اونو تحویل بگیرن. البته اون دختر الان در شرایط خوبی نیست. دیدی جان یه دقیقه نزن، شما از کدوم دختر صحبت میکنید؟ خب ما اگه اسمشو میدونستیم خیلی مشکلمون راحت‌تر حل میشد. البته ما هر کاری از دستمون برمیومد براش انجام دادیم. میدونید اون یه دختر 14-15 ساله است، چشم ابرو مشکی، صورت بانمکی هم داره، یه مانتوی مشکی تنش بود، جلو بسته ترم دوزی شده. شما اسم خودتونو گوشین دکتر و اینجوری برای مردم خبر میارین؟ پس درست اومدم، شما میشناسینش؟ معلومه که نه. ببخشید من که نمیتونم این دختر رو که ادعا میکنه از شاگرداتون بوده، یه دفعه میگه از قوم و خویشاتون بوده، حتی باهاتون زندگی کرده رو به امون خدا ولش کنم. در ضمن فکر نمیکنم شما راضی باشین که پلیس بیاد این سوالا رو ازتون بپرسه. گوش کنید خانم، نمیدونم منظور شما از این سوال جوابا چیه. من همچین دختری رو نه بین شاگردام سراغ دارم نه بین آشناهام. با اجازه صبر کنید. مژده، پانتا، زهرا، آذر، هیچ کدوم از این اسما براتون آشنا نیست؟ بالاخره شما یه دختر پیدا کردین یا 4 تا؟ من فقط از پدرم شنیده بودم که یه پدر بزرگ دارم که عاشق قناریاشه، یه مادر بزرگم دارم که یا میرش عبدالعظیم یا میره جلسه قرآن. بله. سلام، مادر بزرگ پانتا؟ مادر بزرگ چی؟ مادر بزرگ زهرا. ها، پانتا. خدا خیرتون بده حاج خانم، من که دیگه واقعا داشتم ناامید میشدم. چی؟ همین که بتونم از کس و کار این بچه کسی رو پیدا کنم. البته نگران نباشینا، حالش کاملا خوبه. زهرا خودش گفت که من مادر بزرگشم. من باید کسو کار بشم.
چرا مامان این روز میامده نگاهشون کن، اونم مامان اونم با مامانشون به بگه خودشونه. من چرا باید توی کسو کار بشم؟ اون صدیقه که تو رو خون امیگی بخونین من رو بخونین من رو، اون سروز زندگی دوستن ماشینشون. من چرا باید به این روز بیامده؟ من چرا باید قبط بختی بکشم؟ من دیگه خسته شدم، دیگه خسته شدم. با تو بزن جای من ببین خوبه. دختر جون اینجوری با خدا صحبت نکن، قیزش میگیره ها. چی میگی تو؟ من با خدای تو حرف میزنم یه پری بزن. کفر نگو، خدای من و تو نداره که، خدای یکی دختره. چی میگی؟ جوانی ها برگر دلت خواسته کردی، حالا که آمودا به لبه بوم شدی واسه من خدا خدا میکنی فضول. راستش به خاطر حرفی که بهم زد به خودم گفتم از اون دخترای حاضر جوابه که احترام کوچیک و بزرگی سرش نمیشه و نباید باهاش دهن به دهن شد. ولی خدایی بود یا نبود، هرچی نماز قضا و زیارت نامه و یاسین و دعای فرج و توسل و زیارت اهل قبور و دعای دفع شر خوندم، نتونستم حواسم رو جمع کنم و کاری به کارش نداشته باشم. معلوم بود جایی رو نداره. من جوونیام هم فکر دین و آخرت هم بودم، البته نه مثل الان، ولی خب پدر و مادر خدا بیامرزم مقید بودن. 12 ماه روزه داشتیم. سن تو که بودم مادرم یادم داده بود قبل اومدن آقا مسئله بگم. خوش به حاله. چرا گفتی بی کس و کاری؟ پدر مادری نداری؟ یا داری با اونام درشتی کردی انداختنت بیرون؟ من پدر مادر ندارم، هیچ کس و کاری ندارم. مگه میشه؟ آدم که بوته نیست یه دفعه سبز بشه. من هستم، بابا ندارم، مامانم هم رفته پیه خوشش به همه گفته من مردم، خاله امه عمو دایی هم ندارم، یه بوته بیسا هم وسته بیابونه بیسا. مسئله تموم شد خانم بزرگ. عجب دار و زمونه این شده. حالا گریه نکن، آخه اینجام بخوای بمونی بخوان در حرم رو ببندن میندازنت بیرون و زبونم لال نصیب گرگ مرگا میشی. پاشو پاشو با هم بریم خونه ببینم چی کار میتونم برات بکنم. اه نذاشتی که از زیارتم چیزی بفهمم. یعنی هیچ آدرس و نشونی از مادرت نداری که بدونی کجا رفت و به کی شوهر کرده؟ نه. عجب روزگاری شده به خدا. از رو سنگار آنه رو دختر، این زیر انواتی دست از دنیا بریده خوابیدن. خب اینه که نمیفهمم ازشون میاد. کی میگه؟ انوات همه چیو میفهمن. نگفتی اسمت چیه؟ پانتا. چی؟ پانتا. پان؟ ت آ. پان ت آ. اینم شد اسم. تو چادری نیستی؟ نه نارت بگیدم برم. لازم نکردی، بیا بریم خونه، چادر اضافی دارم بهت میدم. خب شما چرا خونه رو عوض نمی کنی؟ این همه پله اصلا براتون خوب نیست. ای بابا، یا آقایی رو پایین دیدم سیگار اصلا دستش بود، شوهرتون بود؟ سیگار دستش بود؟ سیگار که
فکر نک... سیگار نبود هاش خانم، چوب سیگار بود. نه سیگار بود، سیگار بود، میشناسمش میشناسمش، تا سرش به سنگ نخوره که دست بر نمیداره. چی بگم بلا؟ خرابش نکن، دو تا کانالم به زور میگیره. مامان اینجا نه یتیم خونه است نه نوام خونه که هر دفعه دست یکی رو میگیری برمیداره میاری اینجا. مگه من کی رو بردم جز همون تو دیگه اینجا رو بچهش رو دیدی که آخرش هم درزامون داری دادم رفت حتی من ازشم برای سعی تو بیارم یکی زندگیشون چند کنم به من تو عبرت بگیریم زلا تو کجا؟ این دختر شما هم که نوبرش رو برد آقا این خونه چی داره کنم بخواد بدوزدش؟ دعوا سر تو نیست، داغه یکی بعضی وقتا تازه میشه. بس ماما خسته شدم. اگه با قناری های من کاری نداشته باشی میتونی بمونی. سلام آقا جون. سلام. بیا برو بیرون ببینم چی کارش داری؟ بیا برو بیرون تا پلیس خبر نکردم. مگه چی تو رو تنگ کردم؟ خیلی ننه ای، برو جلوی اون پسر عزیز کرده تو بگیر که معلوم نیست با ماشین باباش تو خیابونا چه غلطی میکنه. این حرفتون همیشه یادم میمونه مامان، یادم میمونه. بچه ما هرچی باشه پسره، هر کاری بکنه پسره. گناه کرده با دوستاش میره گردش. مامان شما هر روز این تو عصر حجر زندگی میکنی. این دختری نبود که من بزرگ کردم. تو چرا جلوی نامحرم همینجوری وایستادی؟ بیا برو یه چادر بپیچ به پر و پات. کاریش نداشته باشم، من که بهش نگاه نمی کنم. اون نونو بدین من بذارم تو سفره خوش نشه. دستت درد نکنه. اسمش چی بود؟ زهرا. مامان بزرگ رو گذاشته. بابا نصف سن صدیقه رو داره ها. از اون حرف گوش کن تره. صدای چیه؟ من خیلی اشتباه کردم، شما نیومده بودین که مطرب یاد بگیرین. آخه من فکر میکردم زهرا باید طبقه پایین رفته اومد داشته باشه. اینجا اینو خوردی بوی سیگارت بده بهت میگم صد کن. بفهمید بشین، من پادرد دارم. حالش چطوره؟ خوبه حاج آقا. زهرا اون زمانی که با شما زندگی میکرد هیچ وقت نشد از بچه های صحبت بکنه که تو پارک نزدیک اینجا باهاشون آشنا شده بود؟ پارک؟ یه زهرا پارک هم میرفته؟ زهرا ده 15 روز بیشتر پیش ما نبود. از اولش هم معلوم بود که موندنی نیست. نگاهش میکن هنوز این عهد بوغ دختره برم دارن چای میارن. این بزرگترها بودن که را جانشون کچکتره دادن. آره بی بیخوان کسی هم از این بابت تا حالا ضرر نکرده. این خودسریه. احسنت. مرحبا عباس آقا. این درسته. نه 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 چرا خاموش میکنی؟ میخوام این آخرش چی میشه؟ این پرت بله ها برا دینا ایمو نمیشه. پاشو پاشو برو زودتر بگی بخواب تا مثل دیروز از اون صبح میگن مثل سنگ نیفتی.
با اون نماز خوندنت که انگار دنبالت کردن دون ازم میبرداری. من خونه اون که بودم نمازو صبح هم و ظهر عصر هم میخوندم. دیگه چی؟ پس بی خود بهش میگن نماز صبح؟ پاشو برو بخواب، اینقدر رو درازی نکن. خب یه بار اینکه بفرمایین اینجا زندانه، یه وقتا هم برای اینکه حوصله‌تون سر نره برم دارین یه بیچاره رو میارن اینجا. خب بابا انصاف داشته باشین دیگه، صبح تا شب تو این چهار دیواری، نه گردش نه تفریح نه پارک نه سینما. خب من خسته شدم، حداقل بزنین برم چه خانم پایینیه واسش کار کنم، جای دستمزدم ازش پیانو یاد میگیره. من همچی حرفی بهش نزدم. زدی، گفتی من توی بلگرد آوردم اینجا آدمت کنم، نه اینکه ایزوم جهنمم بشی. من همچی حرفی بهش نزدم، فقط گفتم برو پیشش ببینم چقدر تحویلت میگیره. اون مال بد بود، من تو اون اتاق خوابیده بودم، حرفتو میشنفتم. من بهش نگفتم آوردم اینجا آدمت کنم، ولگردم بهش نگفتم. گفتی میخوام آوردم درستت کنم، چه فرقی میکنه؟ برو بابا، تو اصلا یادت نیست دیشب شام چی خوردی؟ من هرچی بوده دیگه گذشته. پس به خاطر این بود که گذاشت و رفت. نه، به خودم گفتم سر و سامونش بدم، بلکه سر و ورش بره از تکوتو بیفته. عجب روزیه. خوبی؟ خوبم. حالت خوبه؟ مثل همیشه. شربین چه؟ بیا. دروغ میگی؟ خدا بودت دیدیش؟ دیدمش، سوار ماشینش هم شدم. نمیدونی چه ماشین با حالی داره. یعنی شما واقعا میخواستین که اونو شوهرش بدی؟ ذالکه هد الله یهدی بهی من یشاء و من عبادهی ولو اشرکو لهبت عنهم لهبت لهبت عنهم ما کانو یعملون اشرکو لهبت عنهم ما کانو یعملون اولئک الذین آتیناهم الکتاب والحکم و نبوت فَإِنْ يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ. یکم سر به هواست، ولی ثواب داری، دختر کاریو حرفش کنی. باشه، میپرسم ببینم که دختر میخواد. برای روی خوبی هم داره، طفلک چند سالش هست؟ 16-17 سال. میخوام از تو خیابونه جمع بشه. من بیشتر از این همراه ندارم، ولی میتونی تو میلامی دم دستیاش با این منصور. خدا خیلی تو گازشو جور کردن، من اگه نفر پیدا بشه یخ چلو فرچشم بدونی من تو شما کار ندارم. دخترم تو کلاس چندم درس میگه عزیزم؟ تو از دارم شیر استی، شبا موفق شیر. صدق الله العلی العظیم. اللهم صل وسلم على رسول الله و آله الاطهار. ببینم ملوک خانم، چقدر به این دختر اطمینان داری؟ فکر کن برای پسر خدا قبول کنه ازتون انشالله. والا این دفعه خیلی رفت بودم امام. شما بفرمایید. نقش خانم، من این جلسه آمادگیشو ندارم، انشالله باشه برای جلسه بعد. بس خانمم شما بفرمایید. ببخشید من اصلا قرآن ندارم بدنم و کجا رو بخونم. بیا عزیزم این قرآن، ناراحت نباش، از اینجا شو خانم میتونی بخونی؟ ببخشید اگه اشکال نداره، منم این دفعه مثل این خانم آمادگیشو ندارم. میبخشین حاج خانم، ایشون عذرشون موجهه، با امید خدا کم کم دارن راه میفتن، اما انشالله دفعه های بعد خودشون میخونن انشالله. ما هم نخواستیم به اجبار باشه. خدا الهی مرگم باز این زنی که شروع کرد. ببخشید الان درستش میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و هذا کتاب انزلناه و مبارک و مصدق الذی بین یدیه و لتنذر ام القرا و من حولها و الذین یؤمنون بالآخرت یؤمنون بهی و هم علی صلاتهم یحافظون و من ازلم و ممن افترا علی الله کذبا او قال اوحی الی و لم یوحى الیه شیء و من قال سأنزل مثل ما انزل الله و لو ترى اذ الظالمون فی غمرات الموت و الملائکة باسطو ایدیهم اخرجوا انفسکم اليوم تجزون عذاب الهون بما کنتم تقولون علی الله غیر الحق و کنتم عن آیاته تستکبرون. ذلکم الله ربکم لا اله الا هو و خالق کل شیء فاعبدوه و هو علی کل شیء وکیل لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر قد جاءکم بصائر من ربکم فمن ابصر فلنفسه و من عمی فعلیها و ما انا علیکم بحفیظ و کذلک نصرف الآیات ولیقولوا درست ولنبینه لقوم یعلمون.